ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزان من، نفاق دو تا نفاقان، یک نفاقی که آدم به اعتبار اعتقاد منافقه، یعنی خدا و رسول را باور نداره، قبول نداره و میگه که قبول داره و مردم میگه مسلمان است، اما در دلش مسلمان نیست، دلش تسلیم خدا نشده، با مردم میگه مؤمن است اما در دل او ایمان قرار نگرفته است. این منافق، همون منافقای بودند اینها، نفاقی است که در عهد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، ادعای یهودیای که بیشتر اینا یهودی بودند، اهل کتاب بودن، به خاطر مصلحت گفتم ما به خدا و رسول ایمان آوردیم، اما ایمان نداشتم به خدا و رسول. نمازم می خواندن، وضوام می گرفتن، در جهادم هم را می شدن و عده کمتری از خود همون مشرکین بودن که قبلا گرفتار شرک و بت پرستی بودن، الان مصلحتشون ایجاب نمی کرد که غیر مسلمان بمانند، لحاظا گفتم ما مسلمانیم به خاطر مصلحت خودشون. ادعای از اعراب و سرنشین ها هم بودن که گرفتار نفاق بود، اما اون نفاق اونها بیشتر نفاق اعتقادی بود، به خدا و رسول ایمان نداشتن، باور نداشتن. و امروز هم نفاق اعتقادی موجود است در جهان و نفاق عملی فراوانه، بیشترین نفاق عملی هست. امروز هم خیلی از انسان ها میگن که خدا را قبول دارن، بسیاری از این سران کشورهای اسلامی هستن، از مقامات بعض کشورهای اسلامی میگن ما مسلمانیم ولی اعتقاد به اسلام ندارن، دروغ میگن، مسلمان ها را فریب میدن. میبینید اینا به سمت یهود میرن، به سمت نصارا میرن، دنبال که برنامه های اونها را قیاده بکنن، دنبال که در کشورهای خودشون بی بندوباری بی حجابی بیاورن، احکام غیر خدا را میخواهن قیاده بکنن، ترجیح میدن که اسلام نباشه، دین نباشه، دین برخلاف منافع خودشون میدانن، میگه اگر ملت دیندار باشه ممکنه ما در خطر قرار بگیریم، پس ملت بیدین باشه، مردم ها به بیدینی سوق میدن. اما شما بپرسید که آ شما چه کارید، چه اعتقاد دارید، بگی ما مسلمان. دشمنان اسلام را، دشمنان قسم خورده اسلام را دست دادن با اونها، دست برادری دادن، دست سیاسی ندادن بلکه دست مخلصانه با اونها دادن. حالا بعضی به خاطر مصلحت میرن دستی میدن ولی از ته قلب نفرت دارن، نه اینا از ته قلب راضی هم، دست به دست دشمنان دادن، دست به دست غیر دین دادن، آل دین دادن، مرابدهشون با اوناست، محبتشون با اونای، نشست و برخواستشون با اونای. راز مسلمان ها را و سر اسرار مسلمان ها را به دست اونا میدن، علیه اسلام با اونا امرا میشن، توطئه میکنن، نقشه میکشن، اینا مسلمان نیست. ای ظاهر اسلامیه
آبا و اجدادشون مسلمان بودن، در خانواده مسلمان به دنیا آمده و میگه من مسلمانم. نفاق امروز هم زیاده و افراد هستن که هیچ اعتقاد به دین نداره اصلا. اینا توی بلاد اسلامی شرای مسلمان فراوانه، اینا اعتقادشون دل دادن به همون غیر مسلمان ها و میگه همون خوبه. و این یک نوع از نفاقه. و نفاق دیگر اینه که نخیر مسلمانه، قبول داره همه چیزا، نمازش قضا نیست، روزش قضا نیست، حجش حج نفلی هم میره، عمره هم میره و منافقه، منافق عملیه، این کافر نیست. اونی که اعتقاد به اسلام داشته نباشه میگه من مسلمانم، او کافره، مسلمان نیست، مسلمان با اعتقاده. وقتی قرآن خدا را باور نداره، وقتی حضرت رسول باور داشته نباشه، هزار بار میگه مسلمان، مسلمان نیست، ایمانش تشکیل نشده، در دلش ایمان نیست. اما عزیزان این دومینه مسلمان، ولیکن گرفتار شعبه های و علامات نفاقه. و حدیث بخاری شریف از که آن حضرت فرمودن سه نفرم که این ها سه خصلت الفرمودن، و در روایت دوم از چار خصلت ها. این خصلت ها در هر انسان دیده شدن، اونا منافقه. اگر همه خصلت ها دیده بشن دیگه منافقه خالص عملیه. ولی اگر یکی دیده شد، علامت نفاق در روح است، منافق خالص نیست ولی منافق. الله من شما را نجات داده. فکر کنیم عزیزان من، و آنچه که به دین ما نقصان می رساند، به دیانت ما ضربه وارد می کند، به مسلمانی ما ضربه وارد می کند، ما باید از اون شدت تمام بپرهیزیم. اون خصلت آیه که ما را از خدا دور می کند و از رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ما را دور می کنند، اعمال ما را برباد می کنند، ما باید از اونها دوری کنیم به شدت. و لہذا یکی از علامات فرمودن اذا حدث کذبا، وقتی سخن میگه دروغ میگه، یعنی عادت به دروغ داره. حالا یک مرتبه ممکنه از آدم دروغ انجام بگیره و توبه کنه، رجوع کنه به الله و استغفار کنه، اما این شخص نه، عادت کرده بدون دروغ، بدون حتی اراده به زبانش جاریه. چرا که انسان وقتی عادت میکنه قصد و اراده نیاز نیست، همینطور دروغ میآید به زبان. نه تهدید موجوده، نه خطر موجوده، نه برای مالش خطره، نه برای جانش خطره، ولی به دروغ عادت کرده. امروز توی جامعه ما چیزی که فراوان نفاق، علامات نفاق فراوان است. الله نجات بده من و شما، الله حفاظت. متاسفانه بهترین انسان ها و لایقترین انسان، انسانی که پای بند نمازه، پای بند روزه و به دین اسلام علاقه هم داره، اما دروغ هم به زبانش جاری، گاهی در شوخی ها دروغ میگه و گاهی در وعده ها دروغ میگه، در سخنانش دروغ میگه و دروغ میگه و بعد خنده هم میکنه، میگه شوخی کرد، و بعضی جوک درست میکنن. تو این عرض کنم الان در گوشی ها دروغ های فراوانی میبینی ردیف میکنه، توی رسانه ها، توی سایت ها، ماهواره ها، اینترنت، ابزار و آلات جدید، چنان بازار دروغه و دروغای فراوانه. هر کسی را از کسی خوش نمی آید، نسبت به او دروغ درست می کنه. مذاهب فراق علیه یک دیگر دروغ می گه و می خواهد دیگری را ضربه بزنم با دروغ، در حالی که کسی که دروغ می گه ضربه به خودش وارد. تهمت هم دروغه، غیبت هم دروغه،
و غیبت خلافه. حالا بعضی وقت طرف میگه که من واقعیتا میگم، اگر واقعیتا بگه غیبته، اگر واقعیتا نگه دروغ هست و هم غیبت، دوتا میشه. تهمت خیلی سنگین تر از غیبت هست، هم تویش غیبت عیبجویی مسلمانه و ضربه وارد کردن به آبروی طرفه و همچون خلاف واقع هست دروغ حساب میشه. غیبت فراوانه، تهمت فراوانه، آقا خنده میزنه، قاقه میزنه، دیگران هم میخندانه و دروغ میگه و لعنت بر دروغ گو نازل میشه، چرا که قرآن فرموده است دروغ از همون گناه هست که بر او لعنت نازل میشه. الا لعنت الله علی الکاذبین، الله من شما را نجات بده. به خاطر گرمی مجلس، به خاطر خنده دادن به مردم بخندانه دروغ میگه و لعنتی بر خود نازل میکنه و میخره لعنت، الله نجات بده. و بزرگان ما از دروغ چند از اجتناب کرد و دین ما چند از مخالف با دروغ. آموزهای اسلام و تعلیم دین اسلام آنه که جز صداقت نباید دروغ به زبان بیاید. مواردی در دروغ اجازه داده شده است که همونه که فسادی برپا بشه از راست، فتنه درست میشه از راست. شما اگر راست بگید فتنه درست میشه، شما اگر راست بگید فساد درست میشه، جنگ و جدال پیش میآید، مالتون در خطر قرار میگیره، جانتون در مال مسلمان، جان مسلمان در خطر قرار میگیره، اونجا هم دروغ مستقیم نباید گفته بشه، دروغ صریح نباید گفته بشه، سخنی که قابل تعویل باشه و جانب مختلف داشته باشه آدم بگه که نجات بگیره. در موارد خاص آمده که بالاخره از مواردش که جنگ هست، در جنگ با حرف راست اگر نگه مشکل نیست، این حرفای تا سخنان تاکتیکی هستن و راست مشکلات درست میکنه، مشکل آفرین میشه و موارده. ولی آزا عزیزان من باید ما توبه کنیم از دروغ و صداقت داشته باشیم. عزیزان من آسانه، اگر من راست بگیم هیچ مشکلی برای ما پیش نمی آید، دنیای ما به خطر نمی افته، دنیای ما خراب نمی شه، زندگی ما به هم نمی خوره. امروزه در خانه بچه های کوچک هم متاسفانه تربیتشون با دروغ. حالا میگن بعضی مادران و پدران شکایت دارن که بچه ها دروغ میگن، آخر مادر و پدر دروغ گفتن که بچه دروغ یاد گرفت. وقتی مادر دروغ بگه بچه دروغ یاد میگیره، وقتی مادر نماز نخونه بچه میشه بی نماز، وقتی مادر پرهیزگار نباشه بچه پرهیزگار نمیشه. بچه در دامان مادر هست، بچه در خانه پرورش میشه. باید مادران و پدران هیچ وقتی به بچه دروغ نگن، بچه را میترسونن، به دروغ میترسونن، وعده دروغ این میدن، شوخی دروغ این به بچه میکنن، نتیجه شید میشه که بچه هم دروغگو میشه. در سرشت بچه، در پرورش بچه با دروغ نهادی نمیشه برای بچه، ولهذا بچه دروغگو میشه. بچه را باید صداقت یاد داد. الان وقت تربیتی هست، او داره تازه رشد میکنه، ولهذا باید اخلاقش، رفتارش اسلامی باشه، صداقت و امانت داری رو بچه یاد بگیره، بچه خدا ترس باشه، بچه صالح باشه و بچه دیندار باشه، تربیتش تربیت اسلامی و دینی باشه. نباید بچه را گرفتار حب دنیا کرد. بچه دنیا را میبینه که وقتی چشم بازی میکنه، پول را میبینه، مال را میبینه، گرفتار امین هست. باید بچه را آموزش داد، آموزش دینی داد، تعلیم دینی داد تا محبت دین در دل بچه های صحابه
محبت دین بود. وقتی رمضان روزه می گرفتن یا ایام دیگر بچه های کوچلو هم روزه می گرفتن و دیدن که مادران و پدران روزه هم. بله مادر و پدر اگر قرآن خان باشد، مادر و پدر اگر آل نماز و آل دین باشد، مادر و پدر اگر آل تقوا باشد، مادر و پدر اگر با خدا باشن، انسانای با خدا، مطمئنن بچه هم با خدا خواهد بود. الا ماشاءالله بچه با تقوا خواهد بود. در فضایی که بچه تربیت حاصل میکنه، اولین مدرسه بچه هست، کودکستان بچه، روزت الاطفال بچه، این باید این خانواده، محیط خانواده، محیط دین داران باشه. وقتی مادر و پدر به فیلم های زشت نگاه کنن و از فیلم های زشت تماشا بکنن، بچه هم همون طور تربیت میشه. مواظب باشیم بچه با نقل پدر و مادر میکنه، در راه رفتن و حتی در حرف زدن نقل مادر و پدر میکنه، نقالی میکنه. بچه ابتدایی و کوچکی اون چیزی بلد نیست، او میخواد یاد بگیره. ولهذا باید بود دیانت یاد بگیره، تقوا را یاد بگیره و خدا ترسی را یاد بگیره. دروغ توی جامعه، عهد شکنی امروز عهد میکنند و آدم میشکنند. توی منطقه فرهنگ بوده در گذشته که عهد بر عهد پایبند بودن، به قسم پایبند بودن، به وعده پایبند بودن. اگر گردن کسی را میزدن عهد شکنی نمیکرد، وعد خلافی نمی کرد. انبیاء علیه السلام چنان بودن. حضرت اسماعیل اللہ صادق الوعد فرموده، پیغمبران صدیق النبیاء، صدیق یعنی بسیار کثیر الصدق، هم در اعتقاد و هم در عمل و هم در کردار و هم در گفتار و رفتار صادق بودن. صادق و دیل، دیندار و متدین. اللہ من و شما را در همه شونات زندگی صادق بگردانه و من و شما را اللہ تعالی دیندار بگردانه. مهم عزیزان من، به دین تو توجه کنی و از مزرات دین، آنچه که به دین ضربه وارد می کنن، دروغ، خیانت در امانت، عهد شکنی، وعده خلافی، پشت دادن و غیبت کردن و تهمت زدن و از این باید ما دوری بکنیم. آن حضرت در خطبه های خود می فرمودن لا دین لمن لا امانت له، بی دینه، بی دینه و انسان که امانت نداره. لا دین لمن لا امانت له، لا عهد له فرمودن. دین نداره کسی که عهد نداره، عهد شکنه، قرار داده میشکنه، معاهده را میشکنه. ولا امانت لمن لا لا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. کسی عهد نداره، دین نداره، کسی امانت نداره، ایمان نداره. امانت تنها مال نیست عزیزان من، امانت بسیار فراگیره و یک جمله بسیار، لفظ بسیار شامله. همه اعضای بدن که در ما هست امانت خدا، گوش، چشم، دست، پای، زبان، گناه انجام گرفتن با این خیانت در امانت خدا است. عمل نکردن به احکام شریعت، این عرض کنم که بی ایمانی هست برای خیانت در امانت، چرا که شریعت امانت هست، قرآن امانت هست. و اللہ تعالی در قرآن دین امانت تعبیر کرده است. ما امانت دار باشیم و دین دار باشیم و آدھا رعایت کنیم و صداقت رعایت کنیم، دروغ نگیم و پوشم به مردم ندیم و ناسزا نگیم. چرا؟ این هم از علامات نفاق همینه که اذا خاصم فجر، وقت خصومت می کند بد و بیر راه. مواظب باشیم، بیدار باشیم که من و شما گرفتار نفاق نشیم. این سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ که چه انسان وارسته، چه انسان زیبا،
از لحاظ ایمان و عمل چه انسان والا مقام و چه عدالت گسترانیدن در دور خلافت خود. اما سیدنا عمر از روز حضرت حذافه، حضرت حذافه سوال کردن که رازدار آن حضرتان، فرمودن که شما نگاه کنید من منافق نیستم، چون لیست منافقین آن حضرت به دست صحابی رازدار داده بود. و تو لیستت نگاه نکن که نگاه کن اسم عمر توی منافقان نیم. سبحان الله، بندگان خدا از نفاق می ترسیدن، خود آن حضرت از شرک می ترسید که اعمال ریاکارانه انجام نده علیه عزو بالله. و فرمودن می فرمودن که الله منع نجات بده از این که من با تو شریک بگیرم، بدانم و شریک بگیرم، ندانم و شریک. گاهی آدم مرتکب شرک بزرگ میشه که عبادت غیر خدای و نمیدونه که من شریک میگیرم. و گاهی آدم ریاکاری میکنه، نمیدانه که من ریاکاری، خیال میکنه برای خدا انجام میده و اخلاص داره. لذا نظر دعا کردن که الله من نجات بده که شریک بگیرم بدانم، شریک میگیرم ندانم. گاهی آدم نفاق میکنه نمیدانه و گاهی آن متوجه نیست که من دارم علامات نفاق. در از همه این گناه ما باید پناه بجوییم، بهراسیم، بترسیم از اینکه مرتکب گناه نشیم و الله را ناراض نکنیم و به دینمون ضربه وارد نکنیم. جناب مولانا شما را توصیه کردم بین که اینجا فرمود روز یک شنبه 29 ذی القعده است و شب دو شنبه احتمال رؤیت هلال است. جوانان میگو الا سه شنبه اول ذی الحجه است. لحاظا شب دو شنبه که غروب یک شنبه برای ما نگاه کنید نبود، سه شنبه انشاءالله اول ذی الحجه است. و مولانا بیان کرد شما همه نبودید، در حال که از وقتی که ماه ذی الحجه داخل میشه این همون لیالی عشر هست، او همین ده شبی است که در قرآن آمده والفجر و لیالی عشر. الله به این ده شب سوگند یاد کرد. این ده شب شبهای عظیم، شبهای بزرگ، عبادت در این شبها بمنزله احیای لیلت القدر و عبادت در شب قدر. روزه این شبها روزها بسیار بسیار ارزشمنده. در کل انتها تلاوت قرآن و روزه و نماز و در اعمال بیفزایید که این ده شب نزد الله ارزشمنده. و این دهای آخر حج که حج هم در همین ده انجام میگیره. من و شما توفیق شرکت در حج نداشتیم، اما محروم نشیم در خانه، در محل بکوشیم، تلاش بکنیم تا با کسانی که اجر عظیم میبرند، ثواب بزرگ میبرند و در عرفات حضور پیدا میکنند و منا و مشعر و کنار خانه کعبه و در مسجد النبی ما و اجر عظیم میبرند. من و شما در خانه محروم نشیم، دست ما خالی نباشه. ولی از هم در تهیه قربانی و آماده کردن قربانی و در عبادت و خرج کردن در راه پروردگار در این عشر اخیر و نماز و تلاوت و دعا من و شما سعی بکنیم که با صاحبان اجر، با کاروان راه خدا و با کاروان نیکان که در فکر آخرتان من و شما شریک باشیم. الله من و شما را توفیق عنایت بکند. هر دیروز روز پنجشنبه هر از هیئت دولت وزیران هم تشریف آوردن چابهار و استاندار محترم سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولان بودند. توفیق حاضری هم رسید مرا در همین جلسه شریک بودیم و بلنگ دوتا پروژه بزرگ و
و صنعت بزرگ زدن، صنعت پتروشیمی و یک صنعت مادر هست و ده ها و صد ها صنعت در کنار خود همراه داره و ایجاد اشتغال میکنه و منافع هم کلان داره و از صنعت های بزرگ و پیشرفته هست و صنعت فولاد که هم کلنگش لده شد، این هم صنعت بزرگ انواع تولیدات داره و به هر حال این صنعت همه مایه امید هم. استان سیستان و بلوچستان در علیه استان گسترده اید و بیکاری در استان بیداد می کنه. خاغر هم فراوان و فعال کردن معادن و تولیدات سنتی کشاورزی و تولیدات صنعتی و ایجاد صنعت و کار و کارگاه و کارخانه مشغول کردن مردم بزرگترین عبادت هست و بزرگترین خیر و امیدواریم که در مسئولین هم همت بالا و اراده جدی را داشته باشم در راستای اشتغال ما از مرزها را به هر حال از امکاناتی که در مرزها هست و توانایی و استعدادی که در مرزهای مختلف و در منطقه آزاد چابهار هست فعال کردن همه این مناطق مرزی و بازار چهای مرزی و تبادله کالا و فعال کردن صنعت ها و تولیدات انشاءالله بیتوانه در مشغول کردن مردم که نقطه مهمیست و نقطه بزرگیست که با فقر مقابله بشه، بیکاری و تنگدستی مبارزه بشه و بسیار مؤثر خواهد. الحمدلله استان درست نهر نداره و رودخانه نداره و آب فراوان توش نیست و دامنه کبیر واقع شده است، اما دامنه کبیره ولی که باید حال استعداد داره، صلاحیت هست و مسئولین و درایت و تدبیر انشاءالله بتوانن از این استعداد ها در اکثر استفاده را حاصل کنن و ما امیدواریم که مردم عزیز ما هم سرمایه گذاری بکنن در منطقه آزاد و در هر جایی که طرح هست تر بگیرند و ایجاد اشتغال کنند برای مردم و این ثواب بزرگ اجر عظیمی است. کسی یک بیکاری را مشغله بده و کار ایجاد بکنه تنان حلال برای زن و بچه هست به دست بیاورد، این اجر هست و این ثواب. همه مردم خیراندیش و خوشفکر و مردمی که توانایی دارن الله توانایی داده اونا را هر نوع توانایی علمی داده یا مالی داده است در ایجاد کار و اشتغال و در سرمایه گذاری تلاش بکنن. ما باید همه سرمایه داران ترغیب بدیم که در استان بیاین سرمایه گذاری بکنن و با بیکاری، بی مشغلی، فقر، گرسنگی و تندستی باید همه مبارزه بکنن. به فال نیک میگیریم که انشاءالله این کلنگ ها و کلنگ هایی که زده شده آینده زده بشه و برنامه هایی که دولت داره و حکومت داره توجهی که رهبر معظم انقلاب دارند و تاکید دارند که ایجاد کار بشه اینا همه رو هم رفته مؤثر واقع بشه و همه ما کمک کنیم و تا انشاءالله استان ما از آسیب ها و آفت ها یه گوناگون نجات بگیره و انشاءالله به چند توسعه و توسعه پایدار بره و دعا کنیم که اللہ باران رحمت بیاره. اللہ رحمت خودش را اگر متوجه نکنه اما زحمت هید و رحمت پیدر پی بیاره و اللہ تعالی منطور سرسبز و آباد و کمبودات و تهدید های آمین اللہ برطرف بکنه
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب بار وای خدای بزرگ، از تو درخواست داریم الها همه تقصیرات و گناهای ما در گذر بفرما و ما را از آلودگی ها انواع آلودگی های ظاهری و باطنی پاک بگر. خدای از تو درخواست داریم الهی هدایت من بده و همه گناه ها را خصوصا ریاکاری و نفاق و کفر و شرک و خرافات و بدعات هر چی خلاف شرند و نزد تو نپسند از ما دور کن. خدایا در دل آی ما ایمان بنویس، در دل آی ما خیر را بنویس. خدایا به ما صداقت امانت داری للعالمین عنایت کن، ما را عهد بده و ما را امانت داری بده و ما را توفیق بده به وعده ها وفا بکنیم. همه آسیب های خصوصا که به دین ما ضربه می زنن ما را نجات بده و ما را حفاظت کن. پروردگار رحمت های خاصت را بر ما نازل کمک کن، ما را مدد کن، ما را بیدار کن، ما را زنده بگردان. الها زندگی معنوی، زندگی ظاهری و باطنی و معنوی نصیب ما، ما را با خودت رابطه و تعلق نه، ما را با حبیبت و دین اسلام تعلق نه، ما را دست گیری کن، ما را بریاد رسید کن، ما را به راه خیر و راه نیک سوق بده و عاقبت ما را به خیر کن، خاتمه همه ما را با ایمان کن، از فتنه حفاظت کن. فرزند عزیز است مولانا را که جمعه گذشته وفات کرد به جوار بهترین رحمت های نایت، همه گذشتگان آوری که رحمت کن روی بلند حضرت مولانا را در بهترین رحمت ها است مولانا عبدالعزیز جای نایت، مریضان شفا بده، زندانی را وسیله آزادی، جمعی کسانی برای مریضا رسول دعا کردن خصوصا مریضا لا علاج شفا بده و عاقبت مرا بخیر بفرما. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی و صحبی.